سلام علیکم، چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه با من. یه ویدیو جالبم هم داریم امروز. همینطور که احتمالا از تیتر ویدیو فهمیدین، امروز میخوایم با هم ببینیم که تو کیف من چیا هست. این یه چالشه که خب دیده بودم قدیما خیلی انجام داده بودن، گفتم اصلا بذار یه ویدیو کامل بلند ازش داشته باشیم. ولی خب برای یه کیف معمولی که من میرم بیرون، نه کیف سر کارم، من کیف معمولی اصولا یه کیفای کوچیک و مینی بگ با خودم میبرم که فقط یه کارت و گوشی توشه، ولی امان از کیف سر کارم. ببینین که چقدر بزرگ و سنگینه. و موقعیت هم بخوام بهتون بگم، الان پنجشنبه است و من از صبح سر کار بودم، یه رستوران فیلمبرداری داشتم. اگر اولین ویدیویی که از من دارین میبینین یا خیلی نمیدونین، من کارم تولید محتوا برای رستوران ها و کلا صنایع غذایی، حالا پروتئینی، آشپزا و اینجور چیزا. امروز هم باز یه رستوران بودم و گفتم که بذار امروز این ویدیو رو حتما براتون بگیرم. دلیل این که کیف من به تیپم نمیاد این که این کیف کلا کیف سر کارمه و من کلا سر کار مشکی میپوشم، به خاطر اینکه خب روغن و مواد غذایی و اینا خیلی میپاشه وقتی من فیلم برداری میکنم. ولی امروز چون خواستم ویدیو بگیرم دیگه اینا رو پوشیدم، ولی کیف سر کارم همین هست دیگه، چون باید بزرگ باشه. بریم که با هم ببینیم من توی کیف سر کارم چیا دارم. بذار از همین زیپ جلوش هم شروع کنیم. خب اولین چیز قاعدتا کیف پوله که هیچی توش نیست به جز یه دونه کارت. اینو فقط برای همین یه دونه استفاده میکنم، انقدر که کارت گم میکنم اینو گذاشتم که بزرگ باشه و کارت هم گم نشه. این کارت همیشه میذارم روی این زیپ جلو. بعد این کیف دوتا زیپ داره، زیپ جلو برای وسایل اساسی تر و اونایی که برای کار خیلی استفاده میکنم. اولیش این یکی گوشیمه که این یه گوشی اندرویده که چون گوشی اصلیم آیفونه، این همیشه باید باشه. یه سری کارهایی که با آیفون نمیشه انجام داد و با این انجام میدم. دومی نورمه که اگه بخوام بهتون نشون بدم شارژم داره، یه نور خیلی قویه که برای فیلم برداری هم استفاده میکنم. و جای شارژرش تو ببین که چقدر فقط کیف من سنگینه. و جای میکروفونمه که الان البته وصل کردم که شما صدای کولر ماشین و اینا ازتون نکنه، چون میدونید دیگه هوا خیلی گرمه، نمیشد کولر نزنم. ولی خب یه دونش این تو هست. اینم جای میکروفونمه و نور زاپاس از این کلیپسی هست قبلا توی یکی از آنباکسینگ ها بهتون نشون دادم. یه موقع اون شارژش تموم میشه یا یه نور کمی میخوام از این استفاده میکنم. یک عدد کش، این البته الان به موهام بود، باز کردم که برای شما ویدیو بگیرم. و میریم سر قسمت دوم. قسمت اول شد همیشه گوشیام و نور و میکروفون و چیزایی که باید دم دستم باشه. تو قسمت دوم یک عدد دفترچه یاد داشته گوگولی منگولی داریم از این چوبی هست که توی این مثلا برنامه های اون روز رو مینویسم که مثلا چه ویدیوهایی میخوام بگیرم. هر جایی که میخوام برم از قبل مثلا 4-5 تا ویدیو که میخوام بگیرم سناریوهاشو مینویسم، حتی موقعیال دیالوگاشو اینا رو همه مینویسم که دیگه رفتم اونجا تونتون بتونم به کارم برسم. اینا هم همه با هم سته ها. یه دونه کیف اینجا داریم که الان توش لوازمایش گوشم، حالا بستگی داره که کجا بخوام برم دیگه. الان شارژرام توشه، کابلاش، البته یک عدد آینه و یه چند تا دونه لوازمش. اصولا فقط با خودم یه دونه رژ لب میبرم. امروز چون خواستم ویدیو بگیرم و شما گفتم شاید آرایش هم بره و اینا، که احتیاج نشد دیگه، با همین آرایش کم خدمت رسیدم. یه دونه از این خط چشم و کانسیلر و یه دونه هم رژ. یه چند تا هم سنجاق میذارم که یه وقت موام میبندم اینا باز میشه، صفر میبندم مخصوصا تو این گرما. و یه برقلبی، همین برقلبیه که الان زدم بچه، این برقلب خوشگل ترین برقلبیه که تا دیدم. هر جا دیدیم بخرینش. برقلب مایه ولی روش اکلیلای هفت رنگ داره، خیلی خوشگل. الان مال خودم هم داره تموم میشه، باید بخرم. خب این شد از این کیفه. آها این کیفم کیف هنسفریه ولی من توش کش چلگیس میریزم، چون موهامو میبندم پایینش هم اصولا میبافم، بعد موهای من پره این کشه باز میشه. اینو میذارم تو کیفم که کشایی که پاره شد و بزنم. همین سی داریم. الان شما فکر میکنید من اینا رو دارم از جای دیگه در میارم، ولی واقعا از کیفمه. این همه واقعا وسایل توشه، هنوز هم هست. و الکل،
این دیگه خیلی واجبه، چون یه موقعی هست میخوام خودم غذا بخورم و اینا، یا دستشویی ندارم مثلا اون رستوران که دستم بشورم، یا این که مثلا دور خستم از این استفاده میکنم. و یه قاقالیلی هم همیشه توی کیفم دارم، حالا الان بادوم زمینیه و یه دونه شکلات، چون من مثلا یه موقعهایی 12 ظهر تا 12 شب میرم دیگه، 2 تا 3 تا رستوران میرم دیگه، اون وسط مسطا تو اسنپی جایی باشم ضعف کنم یکم بادوم میزنیم. گوزن هست هاوربانک عزیزم که اینو توی یه آنباکسینگی بهتون نشون دادم، فکر کنم هنوز ویدیوشو نذاشتم براتون، حالا معرفیش میکنم بهتون. فوق‌العاده است، خودم هم جدید گرفتمش، عالی بود. یعنی عصای دستم شده، همش تو کیفم داره یه چیزی شارژ میکنه، حالا یا میکروفونه یا نوره، نمیدونم گوشیامه. خیلی پاور بانک خفنیه، حتما اون آنباکسینگ رو ببینین. دیگه چی داریم؟ کلید داریم و یک کیف کوچولو دیگه. چی بود تو این؟ آها، یه 2 تا قرص دارم این تو، قرص سرماخوردگی و نووافن، چون باز تایم طولانی سر کارم یهو مثلا سردرد و اینا بگیرم، بیشتر جایی هم که اصلا اونجوری نیست دمش داروخانه باشه. یه دونم پماد استریل چشمی و اینم خیلی چیز باحالیه، فکر کنم قبلا بهتون نشون دادم. اینو من برای ایرپاد استفاده میکنم، 2 تا وسیله مختلف البته. این اینجوری به 2 طرف ایرپاد وصل میشه دیگه، یه ورش بیفته نمیفته که مثلا هم گم بشه هم خراب بشه، خیلی چیز خوبیه. برای ورزش اینا هم اگر میرین به درد میخوره. اینم به ساعت مثلا اینجوری اگر دارین وصل میشه میره تو، و ایرپاداتون قشنگ میتونین بزنش اینجا، یعنی اگه کیفش دم دستتون نباشه یا یه دقیقه بخواین در بیارین، این حالا سفید هم هست به ساعت هم میاد وصل کنم، میتونین یه دقیقه ایرپاداتون رو بذارین این تو. دو تا هم دیگه حالا خیلی استفاده نکردم، ولی تو کیفم هست دیگه برای یه موقعی که بخوام استفاده کنم به درد بخوره. تمومی هم ندارم، آه خود ایرپادام و بازی شارژه. هر جایی که به من ببینی یه تیکه شارژر سیم پیدا می‌کنیم. خودکار گوگلی خوشگلم، یادتونه اینو فکر کنم 1-2 سال پیش گرفته بودم، آنباکسینگ کرده بودیم. اینم باز برای همون دفترچه هست و زیپ‌های اصلی تموم شد، یه دونه زیپ اینجا میمونه که عطر از واجبات واقعا. نم یه دونه میزنیم. انقدر هوا گرم شده بچه، شما فکر کنین که الان من توی سخت‌ترین تایم کاریم هم هستم. این 3 ماه تابستون که میشه اصلا عزا میگیرم که باید چقدر بپزم. فکر کن شما همین جوریش میرین بیرون چقدر گرمتون میشه. توی آشپزخونه رستوران ها 10 برابر راحت گرمتر از هوای بیرونه. یعنی یه روزایی من فقط میام بیرون زیر آفتاب باشم، وای میسم که خنکشم از گرمای رستوران. خیلی اینه کارم بده، حالا خیلی چیزای خوبم داره ولی اینش خوب نیست. یه دونه از اینا دارم که برای کیفه، اینو همیشه میذارم توی این جیبه. دیجیکالا هم خریده بودم اگه یادتون باشه، یه موقعی که مثلا کافه رستوران جایی میرین اینو اینجوری میتونین بزنین به میز و کیفتون آویزون کنین. حالا من برای کیف عادی استفاده نمیکنم، ولی برای کیف سر کارم که انقدر بزرگ و سنگینه خیلی به کارم میاد. یه صندلی رو نمیخواد بهش اشغال کنم. و آخرش هم باز یه رژ لب، که اصولا هم یه دونه رژ لب فقط میذارم توی کیفم از لوازم آرایش. و آخرین چیزی هم که دیگه تو کیفم جا نمیشه، یه موقعی که وسایلم کمتر باشه تو کیفم میذارمش، این تراول ماگه. اینم واقعا عصای دستمه، تو زمستون و پاییز و اینا همیشه توش چاییه و حتی بهار، ولی الان 1-2 هفته است دیگه واقعا نمیتونم چای بخورم. توش خاکشیر و آب لیمو اینا میریزم که گرما زده نشم، چون خیلی تا لب گرما زدگی میرم جدیدن تو سر کارا. یه روز از شدت گرما شاید باورتون نشه گریه کردم، انقدر گرم بود. یه رستورانی بود که توی محرم سفارش زیاد داشت، حدود مثلا 1000 تا کباب، بعد شما فکر کن برای 1000 تا کباب چقدر باید زغال و نمیدونم چند تا دیگ برنج و اینا بود. بعد وسط تمام این داستانا فکر کن برقا رفت، بعد اونجا دیگه واقعا گریه کردم. خیلی گرم بود، کلا یه دونه این پنکه ها بود که آب میپاشید، من مثلا یه رو بیه بار میرفتم دمامون یکم خنک میشدم، یه ها ساعت 2-3 تو اوج گرما برقم قطع کردن و دیگه اینجوری شد که مردم از گرما. برای همین خاکشیر، شما هم اگر تو گرما زیاد هستین همیشه یه همچین چیزی پیش خودتون داشته باشین. من چون تراول ماگه توشم یخ و اینو میریزم، آب نمیشه، خنک خنک میمونه، خیلی حال میده. الان تموم شده.
و اینم از ویدیو امروز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. به نظر من خیلی چالش باحالیه و آدم اصلا هم یه حالت فضولی بامزه‌ای داره که ببینه تو کیف بقیه چیه. هم ممکنه یه سری چیزا هم ایده بگیره که مثلا تو کیفش بذاره بهتر. مثلا من الان دستمال مرطوبم دوست دارم بذارم تو کیفم، ولی واقعا دیگه جا ندارم و همین جوریش هم به زور یه روزای کیفمو هم میکنم، اینجوری کتفم کج میشه. شما هم اگر دوست داشتین بگین چه چیزایی همیشه و حتما تو کیفتون دارین. حالا اگه کاری هم نبود نبود، مثلا روزای عادی چند تا وسیله که حتما تو کیفتون دارین و برام بنویسین که شما دیدین تو کیف منم ببینم دیگه، تنهایی که نمیشه. مرسی که با این ویدیو همراه بودین. تو ویدیوهای بعدی میبینمتون. خدافظ.